محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله و الصلاة على خير خلقه و افضل بريته و خاتم رسله رسول الله و على آله و منا الله و اوصیائه و حججه و غیبت علمه ولا سیما بقیت الله مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء و حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و به خصوص به حق زینب کبرا سلام الله علیها سوگند می دهیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. گفتیم که در اسلام و فرهنگ اهل بیت هر چیزی و هر فعلی و هر رفتاری و حتی هر گفتاری و حتی پندار ادب و آداب دارد. از جمله اموری که ادب و آداب مفصل دارد در اسلام، آداب و ادب تزویج و تناسل و تشکیل خانواده و تولید مثل و فرزنددار شدن است. البته قرآن کریم می‌فرماید که ما تمامی حیوانات و جانوران را جفت آفریدیم و زناشویی و تولید مثل در تمامی حیوانات، از پرندگان، از چرندگان، از درندگان، دوزیستان، غیر دوزیستان، همه هست. این چیز عجیبی نیست. جفت شدن اونها و اینکه نسل جدید و فرزندان جدید بیاد در همه هست. در ماهیان دریا هست، در پرندگان هوا هست، در همه چیز هست. جالبه حتی در بین درختان هست. حتما گیاهشناسی رو در این حد مطالعه فرمودید. در بین درختان، نه اینکه بگیم مثلا یه درخت، نه. بعضی از درختان خیلی مشهود، مثل درخت نخل که باید گرده افشانی انجام بشه. برخی از درختان گرده افشانی هایی که انجام میدن به وسیله باد و به وسیله عرض میشود که پرندگان گاهی گرده ها انتقال پیدا میکنه و موجب باروری میشود. یعنی درخت هم درخت نرماده داره، گیاه هم گیاه نرماده داره. پس این چیز عجیب خارق‌العاده نیست. تمایزی که انسان رو باعث میشود که برتر باشد و تفریق و جدایی بین انسان حیوان همینه. خب هر حیوانی غذا میخوره، یکی سر در آخور داره، یکی چرنده است، یکی درنده است، غذا میکنه دیگه. تفاوتش با انسان چیه؟ که انسان به ادب و آداب چیزی میخورد. اگر یک کسی دیدید که مثلا انسانه، غذا ریختن جلوش، همین جور داره میبلعه و اصلا توجهی نمیکنه که چجوری میخوره چجوری نخوره، خب این حیوان صفتی در او پیدا شده در خوردنش. در تزویج و در تناکه و در تناسل هم قصه همینه. آداب تزویج در فرهنگ اهل بیت این است که شخص اولا از خدا بخواهد. در جلسه بنی فاطمه هم امشب عرض کردن، کسی که اراده تزویج دارد و میخواهد همسری برگزیند، دو رکعت نماز بخواند و از خدا بخواهد. فرهنگ توحیدی ما میگوید که هرچه میخواهی از خدا بخواه. اول و ابتدا از خدا بخواه. هر کاری میخوای بکنی اول به نام خدا آغاز کن و بگو خدایا نرود بی مدد و لطف تو کاری از پیش، تو کمکم کن. هر کاری میخوای بکنی، چه برسه به کاری به مهمی ازدواج. دوستان جوان من، برادران جوان من، آدم تازه وقتی ازدواج میکنه و عقد رو میخونن تازه میفهمه اوه چه کار مهم میکرده و خودش نمیدونست.
کمتر کاری است که در طول زندگی و کمتر انتخابی است که در طول زندگی به اندازه ازدواج مهم باشه. وقتی ازدواج میکنید تازه میفهمید که چقدر این مسئله حیاتی بوده و مهم بوده و دخیل و تأثیرگذار در آینده زندگی است. ممکنه زن نافرمان عرض میشود یا همسر نابکار شوهر بدرفتاری داشته باشید، یک عام میشه جهنم، روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. ممکنه عکس باشه، زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه. به انتخاب منه؟ نه، خیلی از انتخابات تو زرد از کار در میاد، شرط چاقو که نیست، بعدن خراب میشه. ازدواج کرده فکر کرده مثلا اینا خانواده نجیبن چنینن، دیدن نه، حالا خانواده خوب بودن، این پسر نو بابدان خیلی بنشسته. اینجوری هم نمیشه که بگم مثلا حالا دختره میخواد ازدواج کنه، پدرش بره چهار تا بازاری یا تا تو دانشگاه بگه که مثلا این رفیق شما سیگار میکشه، بگن ابدا آقا اصلا حساسیت به دود داره، بعدن میبینی پدر سوخته اصلا آخر منقلیان است. خون رفیقش چی؟ خون رفیقش بوده، تو از کی سوال کردی؟ از وزارت اطلاعات سوال کردی؟ از رفیقش سوال کردی؟ قبلش همون گفته جون مادرت من رفتم خواستگاری، هر که آمدن به منی که از می شود که دیگه چیزی باقی نگذاشتم بگید یوسف مصریست در پاکدامنی. این تحقیقات عرض می شود که ابتدایی ساده سطحی به این اینا چیزی در میاد؟ نه، عکسش هم هست، یعنی از سوی مرد هم هست. چه باید کرد؟ باید خدا خدا کرد، باید یارب یارب گفت، یارب خدا یا تو خیر به من برسان. این خیلی مهمه، فرهنگ توحیدی. لذا به ما فرمودن که کسی که اراده ازدواج دارد دو رکعت نماز بخونه و بگه خدایا من در شناخت خودم ناتوانم، خودم رو نتونستم بشناسم، خودم برای خودم نمیتوانم خیری رو پیش بیاورم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، بنابراین تو خیر برام پیش بیار، تو برام انتخاب کن. و از خدا خواستن این است که از امامان و حجج خدا و نمایندگان خدا خواستن. بر از امام رضا بخواد، هر از امام رضا بخواد. خدا عطای امام رضا عطای بد ندارن، عطای ناقص ندارن، مفصله. بره کربلا از امام حسین بخواد. پس اصل تزویج این که از خدا بخواهیم. ادب دیگر تزویج این است که فرمودن ایاکم والخضراء الدمن، بپرهیزید از دختران زیبارویی که خواستگاه مناسبی ندارن، گل مردابند. گل مرداب زیبا، صورتی، لطیف، اما از مرداب برخواسته. بچینیدش تا به انزلی نرسیدید، در مرداب انزلی پلاسیده میشه. نچینیدش تو همون مردابه باشه، بازگردد به اصل خود همه چیز. دختر زیبارویی که عصبی نداره، نسبی نداره، خانوادش خانواده نجیب و متدین و پارسا و پاکتامنی ندارن، نداره، از خانوادش جدا کنیش، از پدر و مادرش پژمرده میشه. از خانواده مثلا عوضی و لاوبالیش که اهل حرف فسق و فجوری هستن جداش نکنی، خب همون اخلاق رو خواهد داشت. ولی بچه ها چی میشن؟ ادب دوم امیرالمومنین فرمود اختارو لنطفه کن، دقت کنید که این همسری رو که برمیگزینید فقط همخوابه شما نیست، مادر نسل‌های شماست. هر روحیه این داشته باشه در نسل شما اثر میگذارد. عقیل، برو تو برام دختری انتخاب کن که تمام پدرانش شجاعان عرب باشند و تهمتنان و دلاوران، که من از اون دختر فرزندان رشید سلحشوری میخواهم برای یاری حسینم در کربلا. ام البنین رو انتخاب کرد، انتخاب کرد ها، امیرالمومنین. یعنی با دید عاشقانه وارد زندگی نشید، چون عشق آدم رو کورکر میکنه. یه کسی که عاشق میشه میگن بابا این یارو که تو عاشق شدی مثلا فرض کن که میلنگه، میگه اصلا از طاووس قشنگتر را میره، از کبک. دید عاشقانه کوره. وقتی کسی دید عاشقانه پیدا میکنه میگه فحش از دهن تو طیبات است. امیرالمومنین فرمود که خب بشه یومی و یسم، یه چیزی رو که خیلی علاقه داری کور میشی که ای باشه ببینی. یه رفیق نه، یه رفیقی داری خیلی دوستش داری، بابات میگه این رفیقت خلاصه
داره سه کار میکنه، این میلغزه، این من اینجوری آدمی که میبینم این آدم درست حسابی نیست، میگه نه بابا خیلی مرده، خیلی چون علاقه بهش داری نمیتوانه عیوبش رو ببینی. نگاه های خیلی عاشقانه لیلی مجنونی و رومئو و ژولیت، اینا زندگی ها خیلی شیرین نمیشه، چون حقیقی نیست، واقعی نیست. بس باید دید در ازدواج منتخبانه باشه، یعنی انتخابگرا باشه. جلوتر میریم، خب حالا بالاخره ازدواج سر گرفت، از آداب ازدواج این است که مهر تعیین میشه. فرمودن از برکت زن این است که مهرش سبک باشه. مهر سنگین ضامن دوام ازدواج نیست، این ثابت شده است. خیلی نمیخوایم شبای محرم به این حرفا بپرسیم، اصلا بس بس ازدواج نیست، به یه مطلب دیگری میخوایم برسیم. ولی اینو بدانیم که برای دخترامون مهر سنگین تعیین بکنیم، باعث نمیشه که این دختر با این پسر الفت پیدا کنن، بیمه بشه بودنشون با هم. نه خیر، علامتش اینه که در جامعه ما رواج یافته مهرهای بسیار سنگین و نجومی، و از اون طرف طلاقهای بیشمار و هر روز در حال افزایش. پس معلوم میشه این راه نیست، این راه نیست. بریم جلوتر از آداب ازدواج. بالاخره ازدواج صورت گرفته. از ادب و آداب اینه که انسان از خدا فرزند بخواد، و فرزند زیاد بخواد، و فرزند خوب بخواد. هم فرزند خوب بخواد، هم فرزند زیاد بخواد. یکی از اشتباهات اینه که میگه که خب حاج آقا من اگر فرزند زیاد داشته باشم نمیرسم به تربیتش، نمیرسم. یکی داشته باشم درست تربیت کنم. میبینی یکی داشته تربیت کرده، عباس قلی خان پسری علی مردان خان درست کرده، یه بچه لوس نونور حسابی افتضاح تربیت کرده. تربیت هم به دست خداست، باید بگی خدایا فرزند صالح به من بده، تو بده خدایا، فرزندی به من بده که انقدر خوب و نجیب باشه که اصلا تربیت من مستغنی باشه. من نمیگم کلیدهای تعلیم تربیتی و متد تربیتی دینی رو به کار نبریم، دقت میفرمایید؟ مثل بحث رزقه که صبح که میخوای بری سر کار باید بگی الهی به امید تو روزی بده، و الا بسیار از سعیها و بسیار از تیرهایی که به هدف نمیخوره. ولی اگه تو بخواهی میشود. از خدا، از ادب و آداب اینه که از خدا، خب عرض کردم یه حیوان نر با یه حیوان ماده جفت میشه بچه درست میشه، اما یک مؤمن متدین قبل از اینکه اولاد دار بشه تدبیر میکنه، یه مدتی، یک ماهی، 40 روزی زن شوهر یه ذکری رو بگن، مثلا اولاد میخوان داشته باشن، فرض کن بذارن برای بعد ماه رمضان که 30 شب صفایی یافتن، روزهی گرفتن، سحری داشتن، مناجاتی داشتن، حرمی رفتن، روحه یک مقداری صفا پیدا کرده، بعد ساعاتش رو ببینن، حالاتش رو ببینن، نه با حالت مثل حیوانی. اینا مؤثره. بعدی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب هلیت المتقین ذکر فرموده است روایاتی رو که ساعات و حالات در حالت انعقاد نطفه در فرزند اثر داره، در فرزند اثر داره، در روحیات فرزند اثر داره، در هنرهای فرزند اثر داره. مثلا فرمودن اگر زن شوهری با هم باشن و شوهر در حینی که با همسر خودش هست به فکر دیگری هست و همون موقع انعقاد نطفه بشه، بچه اوس یک سری، حالا من نام نمیبرم چی، یک سری ناهنجاری های جنسی پیدا میکنه. خیلی جالبه. و اینا امروز داره ثابت میشه، این حرفا امروز داره ثابت میشه که آقاییست همسر خودشه، اما در حینی که با همسرش هست و انعقاد نطفه‌ای داره میشه، خشت اول وجود یک انسان داره گذاشته میشه، این به فکر فسق و فجوره، به فکر اینه که مثلا فرض کن که اگر با فلان پری رو الان مثلا فرض کن زنایی کرده بود چه لذتی برده بود. بچه‌ای که داره به وجود میاد مشکل پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. تفصیل این ادب و آداب رو دیگه ماه محرم اختصاص نمی‌کنه که در منبر بگیم و در این فضا بگیم. دوستانی که در معرضش هستن، یعنی ازدواج کردن و در شرف اولاددار شدن هستن، مراجعه کنن به کتاب هلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی، ملاحظه بفرمایند. جلوتر میریم، خانم باردار شده، در حین بارداری غذای مادی که داره می‌خوره در روحیه فرزند اثر داره.
لذا توی روایت ما داره که مثلا خرما به زن باردار بخورانید، انار بخورانید، به بخورانید که فرزند او زیبا می شود، یا بعضی از مواد غذایی فرمود که فرزند او را حلیم و بردبار می کند. این بچه که به دنیا بیاد بعد آدم با حوصله و جا افتاده جیست که زود از کوره در نره. مؤثر بله. بله. شما مزاج سودا برات غالب بشه. ناخودآگاه آدم عصبی میشی. خوابت مرتب نیست. خوابهای بد میبینی. بعد میری مثلا هجامت میکنی یا فست میکنی. مزاجت متعادل میشه. مواد خوراکی در روی ما مؤثرن. سلام مؤثرن. در هنگامی که فرزند در رحم مادره، گفتیم پیامبر اکرم فرمود ادبوا اولادکم فی بطون امهاتهم، در رحم مادر فرزند رو تربیت کنید. گفتن یا رسول الله که بچه که تو رحم مادره چجوری تربیتش کنیم؟ فرمود به اینکه لقمه حلال به او خورانید. لقمه حلال به او خورانید. غذایی که مادر باردار میخواد بخوره باید هم حلال باشه هم پاک. هم حلال باشه هم پاک. چه نوشیدنیش، چه خوردنیش، چه غذا، چه آشامیدنیش. لذا پدر خانواده باید دقت بکنه که از روزی که خبر میدهند که شما مسافری در راه دارید دیگه خریدش متفاوت باشه. یه ماده ای رو ممکنه مثلا در بازار پیدا بکنیم، نمیدونم که این علیه السلام هست یا نیست، مثلا بعضی آدامسایی که آمده، بعضی از ژلاتینایی که در بازار هست، که خب این ژلاتینش از کجا تهیه شده؟ مثلا پاستیله و مارکش هم مارک خارجیه. خب اگه مارک خارجیه و این تولید خارجی، این که بازار مسلمانان نیست. ژلاتین از مغز استخوان گاو یا مغز استخوان خوک ساخته میشه. اگه این ژلاتین از مغز استخوان خوک باشه چیه؟ اگه از مغز استخوان گاو باشه، اما ژلاتین مثلا مال فرانسه است. خب در فرانسه گاوی رو که کشتن که ذبح شرعی نکردن. پس مغزش هم مرداره و نجسه، استخونش هم نجسه، مغز و استخونش هم نجسه، ژلاتین نجسه. حالا ژلاتین نخور میمیری؟ نه. چدی ژلاتین نخوری میمیری؟ آدامس نمیدونم چی که وقتی میجویی ترقه میزنه زیر زبونه. ولی میگن مثلا 1% 2% الکل تو خون نخور. نخور. خانم ویار کرده یه چیز دیگه بهش بده که شبیه اون مزه باشه. پس مراقبت این از ادب و آداب ها. که میگه آقا ما هیچ کاری نکردیم، عرض میشه بعد که بچه‌مون هم دنیا آمد و الانم بچه خیلی خوب و متدینی. خب بله ممکنه خدا از ابوبکر و محمد ابن ابی بکر به دنیا بیاره. گاهی خدا معجزه میکنه، ما حرف دیگریست. ولی بر حسب عادی شما باید ادب و آداب تربیت رو رعایت کنید. آنچه که از غذای عادی میدید به خانم باردار که نوش جان میکنن مؤثره در روحیه او. تکت بفرمایید غذای روح هم مؤثره. یه خانم بارداری از اول بارداریش تا آخر بارداریش چه سخن خدا و پیغمبر و قرآن و دعا چیزی نشنیده. یه خانم بارداری هم از اول بارداری تا آخر بارداری اصیل ایرانی شنیده، رپشو شنیده، مپشو شنیده، دیسکو رفته، نمیدونم کجا رفته، کدوم قبرستون رفته، هزار جا رفته، هزار جا رقصیده، هزار تا آهنگ، بعد بچه چی در میاد؟ اینا مؤثره. جالبه، قبلن گفتم، اگر خاطرتون باشه قبلن گفتم که اگر کودک شیرخواره ای را خانم خواد شیر بده داره گریه میکنه، به پستان راستش بگذاره دیرتر آروم میشه، به پستان چپ بگذاره بچه راحتتر شیر میخوره و زودتر آروم میشه. چرا؟ چون از 4 ماهگی در درون رحم بچه گوش داره و میشنود. گوش این با صدای ریتم ضربان قلب مادر عادت کرده. وقتی روی پستان چپ میگذاره همون ستا رو 2 مرتبه میشنود، آروم میشه. یه خانمی در بین بستگان ما در تمام مدت بارداری یه نوار مدحی امام حسین را گوش میکرد. خوشش میمد از این نوار، گوش میکرد. بعد بچه به دنیا آمد. آقا این بچه رو نمیتوانستیم بخوابانیم مگر با اون نوار. تا اون نوار رو میگذاشتیم خوابش میگو. این دوتا چهارتاست، خیلی دوتا چهارتاست.
اگر میخواهید بچه‌تون بچه خاصی در معنویت باشه، در صفا باشه، در محبت اهل بیت باشه، از همون دوران بارداری باید مراقب باشید که خانم چه میشنود، چی میخورد و چی میبیند. خانمی که حالا مثلا باردار شده و ویارم کرده و یک کاسه تخمه گذاشته جلوش و پای ماهواره هم نشسته کانال به کانال داره میچرخه، بچه‌ش چی میشه؟ چرس کنه. پناه بر خدا کشی خواهد شد. چه کسی عراضی رو باش که هستن یا بودن؟ این مؤثره. بچه وقتی دنیا میاد اولین چیزی که میخوره ایام محرمه. امام رضا به ما فرمودن اولین چیزی که بچه میخوره قبل از این که پستان مادر رو تو دهانش بگذارن تربت الحسین باشه، به اندازه یه عدسی به کام بچه، یعنی به سقف دهانش تربت امام حسین رو بچسبان، یه دو سه قطره آب و فرات در کامش بریز. امام فرمود، امام رضای شما فرمود، همسایه خوبه گفت، همسایه مهربونه فرمود که اگر این کار رو بکنی بچت ایمانش بیمه است. ایمان به جز از مهر علی مایه ندارد. محبتش به امیرالمومنین تضمین کردی. بعد شیر میده، باز مادر چجوری شیر بده؟ پستان دهان گرفتن آموخت. اگر هر موقعی که میخواد به بچه شیر بده بگه بسم الله الرحمن الرحیم. ما خانم هایی داشتیم و دیدیم که اینها مقید بودن که بچه ای رو که تا مدت 2 سال که بچه رو داره شیر میده در تمام این 2 سال بچهش رو بدون وضو شیر نداد. خیلی کار مشکلی ها. نصف شب مادر خوابه دیگه، بلند میشه پسونش بذاره تو دهان بچه که شیر بخوره، بلند میشه 2 مرتبه وضو میگیره پپه بچهش. خیلی کار سختیه، ولی بودن خانم هایی که این کار کردن که در تمام مدت شیرخارگی بدون وضو به بچهشون شیر ندادن. خب عجیبه که مثلا پسرش بشه مثلا آیت الله عظما گلپایگانی، شیخ انصاری، علامه امینی. حالات شیرخارگی مؤثره. امیرالمومنین فرمود که زمان قدیم اینجوری نبوده که اگر خانم شیرش کم باشه فوری مثلا پزشک نسخه بنویسه بگه برو شیر خوش بگیر. وقتی شیر نداشته یک مادری براش دایه میگرفتن، خود بنده رو دایه شیر داده. کامل من 2 سال پیش دایه شیر خوردم، خدا حفظش کنه، عرض می شود هنوز زنده است، پیر زنیست، هنوز زنده است و طبیعتا مادر من محسوب میشه، مادر رضایی من. امیرالمومنین فرمود اگر می خواهید دایه بگیرید برای بچه‌تون که شیرش بده حتما دقت کنید که اون زن عاقله‌ای باشه. که امیرالمومنین فرمود شیر مؤثره و اینها تازه چیزایی است که علم داره الان ثابت میکنه که ترکیبش یک شیر چه تأثیری در فرزند داره. مواظب باشید که اون زن عاقله‌ای باشه چون شیر مؤثره. نظام قدیمی ها بر اثر فرهنگ تربیتی روایات که پروریده شده بودن یک کسی که کار خیر میکرد میگفتن شیر مادر حلاله، خدا رحمت کنه اون کسی که شیر پاک به تو داد، شیر پاک به تو داد. پس دوران شیرخارگی و شیردهی خیلی مهمه. بعد بزرگ میشه، هرچی بزرگتر میشه شما موظفید که در تربیت فرزندتون بکوشید. برنامه کلی ادب و آداب تربیت اینه که 7 سال ولش کن بازی کنه، 7 سال تربیتش کن و چیزی به او بیاموز، 7 سال باش مشورت کن. قبلا هم گفتیم، درسته؟ گفتیم 7 سال ولش کن معنیش این نیست که این بیاد وسط و کالی کسافت کاری کنه. شما میگی طیب الله انفسه کن، گفتن ولت کنن، معنیش اینه؟ بشقاب رو برداره مثلا فرض کن که به جای چی بندازه، بگی دست درد نکن. نه، فرمود ده و سبع سنین یلعب، 7 سال بذار بازی کنه، وسایل بازی براش بخر، محیط بازی براش فراهم کن، هر چی میتونه جفتک بندازه، گرگم به هوا بازی کنه، تپ تپ خمیر بازی کنه، هر چی میخواد بازی کنه، بازی بهش یاد بده، وسایل بازی ارزون بخر در اختیارش بگذار که بشکنه، بر بره با اینا خراب کنه، دل رودشو در بیاره ببینه توش چیه. و الا رفتن سیسمونی رو گرفتن به مثلا فرض کن چقدر همه وسایل، یک کمدم برای بچه نوه گرفتن اینا رو گذاشتن تو، مادر میگه دست بزنی پدرتو در میاره. ما
اینا باید باشه تا هر کدوم از اقوام من میان بگم که مامانم برای من چه سیسمونی. میبینی جوانه شده 18 سال عمرش سیسمونیش دست نخورده تو اتاقش. خب چه درد میکنه که؟ باید اسباب بازی بذاری جوش اسباب بازی ما رو خراب. اسباب بازی همو اسباب پوز دادن تو که نیست. بذار بازی کنه دل رودش رو در بیاره. اصلا تو تا پیشگوشتی بهش بده بگو اینو به هم بزن تا مرتبه درست کن ببینیم چه جوری درست میکنه. دقت میفرمایید؟ باید خوب بازی کنه. اگر بچه خوب بازی نکنه موقعی که باید مرد باشه و جدی باشه بازیش میگیره. نزا اگر بچه رو میاری توی جلسه امام حسین بیارید، حتما بیارید. دوستانی که جلسه میگیرن حتما من قبلا هم گفته بودم با اشاق حسین یه اتاق درست کنید، یه مفته درست کنید، بچه ها برن تو دو سه ساعت بازی کنن، ما اینجا سینه بزنیم اونا بازی کنن. و اگر بچه مثلا دیشب آخ واقعا دلم داشت میتره که این دختر بچه رو این عزیز ما آورد 3 ساله همه جوان ها دارن تو صورتشون میزنن، این وحشت کرد. حالا من به باباش میگم بیا ببرش، این وحشت کرده داره جیغ میزنه. اون طفلی هم میخواد مردم گریه کنن برای حضرت رقیه، میگه بذار جیغ بزنه. بچه تون رو نبرید یه پیران شیخی مثل بنده عرض میشود که براش بپوشی یخش هم صفر ببندی بگی بیا بریم جلسه قرآن. حالا 3 سال میشه دو زانو بشی چشم 10 جز قرآن حفظ کن، این بدن پس میاره. همو الان یکی از مطربای رسمی این کشور که رئیس مطربان و آوازخوانان هست جلسه مرحوم عابدزاده بوده، جلسه قرآن بوده. سالها پدرش رو وادار میکرده تو جلسه قرآن باشه، چون به جبر بوده، چون وقت بازیش بوده، یهو سر از سنتور در آورده و رفته عرض میشه تا تنبور. تنبور ها، نه تنبون، تنبور. وادار نکنید بچه زیر 5 سال را، زیر 7 سال را که بشین تمام مثلا بعدم پوز بدید. بچه من مثلا 15 جز حفظه، خطور چسنه. اصلا چرا این کار کردی؟ این وقت بازیش بود، نشوندی 15 جز قرآن حفظ کردی؟ من آخون بلد نیستم. خودت چقدر بلدی؟ اگه ارزشه چرا خودت متن حفظ نکردی؟ برو خودت حفظ کن. این تفلک رو نشوندی تو خونه، یالا خب استعدادش و حافظش قویه. وقت قرآن آموختنش از 7 سالگی به بعده، وقت آموزشش از 7 سالگی به بعده. قبلش بذار سیر بازی کنه، سیر هر چی میتونه بازی کنه. زندگی آپارتمانی نمیتونه جفتک بندازه، ببرش یک جایی که جفتک بندازه، بدوه، خاک بازی کنه، بزنن. اما وقتی بچه کوچیکا میزنن و از سر گول هم بالا میرن و کتک میزنن، بزنن بزنن. شما وسط دعوا دخالت نکن، اینا آداب تربیتی اهل بیت. شما دعوا نکن، بشین بخند. میگه آقا چرا میخندید؟ نگو خنده داره دیگه. با پسر خاله‌مون میزدیم همونو تا حد کش. بزن بزنه، نمیمیره، قوی میشن. بچه شیرار ندیدی چوری سر گول هم بالا میره؟ بزن بازی کنه. ده و سبع سنین یلعب، بذار 7 سال بازی کنه. نگفتن که تو این 7 سال هر غلطی بچه کرد بگو بکن. نه، یه چیزایی رو باید خط قرمزایی رو بدونه، حتی قرمزایی رو بدونه. مثلا فرض کن پسر خالش داره بازی میکنه یا داره لقمه نانی میخوره، این بیاد با قلدری از دهنش بگیره، شما بگی نه بذار بازی. نه خیر، اونجا باید بهش بفهمونی که حق دیگری رو نباید بخوری. از گوشه بگیری بگی بیا دل لقمه رو بهش برگردون نسخایم بکن تا بفهمه که مال مردم نخوره، و الا تخم مرغ دوست شطور دوست میشه. دقیق میفرمایید؟ بدون مال مردم رو نشکنه، نزنه، نبره. چند تا کتاب معرفی میکنم، کتاب خوبیست. کلیدهای تعلیمی تربیتی دکتر رجب علی مظلومی، کتاب خوبیست. کلیدهای تعلیمی تربیتی. مجموعه کتب برادرمون آقای دکتر علی قائمی در تربیت جوانان، نوجوانان، تربیت کودکان، با اینکه خیلی کلیگویی داره و جزئی نیست، کتاب خوبیست. استفاده کاربری خوبی داره. تربیت نوجوانان داره، تربیت دختران داره، تربیت پسران داره. اینا هم کتاب خوبی است. و البته بپریزید از اینکه از کتابای تعلیمی تربیتی استفاده کنید که جزء کتب زرده، یعنی توی فرودگاه داری میری میبینی که یه دکه گذاشتن، نمیدونم اسرار موفقیت، استعداد بازی، مثلا دیدید از این کتابای، بعدم پشتش نوشته که این کتاب 1 میلیون جلد در امریکا
چاپ شده. شما فکر میکنید که آقا تو کشور ما یک کتاب 3000 چاپ میشه، 1,000,000 از این کتاب چاپ کردن فروش رفته، پس کتاب خوبیه علیه السلام بگیرم و به کار ببندم. آقا توی امریکا 200,000,000 جمعیت، اصولا کتاب زیر 1,000,000 چاپ نمیشه. نه اینی که این خیلی هنر کرده، همه کتاب ها 1,000,000 چاپ میشه. بعد این کتاب چی هست؟ تو نویسندش رو نمیدانی، متد تربیتیش رو نمیدانی، یا روی آقایی بوده تو خونه خودش مثلا مثل کتاب مربی 1 دقیقه‌ای یا پدر 1 دقیقه‌ای. خب پدر 1 دقیقه‌ای یک امریکایی میگه من به شر دو تا بچه‌م گیر کرده بودم و نوجوان بودند و خلاصه مشکل داشتن، این متد تربیتی رو به کار بستم 1 دقیقه‌ای. حالا مفصله که چی میگه. درست درآمد. خب راجب تو درست درآمد، راجب بچه های تو درست درآمد، در محیط امریکا درست درآمد. حالا قرار نیست اون متد تو ترقبه یا تو سناباد یا تو پنجراه پایین خیابون با بچه این آقای بچه مسلمون همین درست در میاد؟ نه، از کجا آمد؟ لذا به این کتاب ها اعتماد نکنید و این کتاب ها رو نخوانید، چون این سبقه ذهنی درست میکنه تو ذهنتون، مشکل تربیتی. اینا فرهنگشون، فولکلورشون، جامعهشون منطبق با فرهنگ شما نیست. برو سراغ اهل بیت که اهل بیت چی گفتن. اهل بیت فرمودن 7 سال در تربیت فرزندت، در دومین 7 سال بکوش. اگر پسر وظیفه داری به او شنا یاد بدی. خود من از می شود که جز شنای سگی بلد نیستم مثلا، خیلی خوب قرار نیست تو بلد باشی، کلاس شنا بفرست. 7 سال که گذشت وظیفه داری به او نماز بیاموزی، وظیفه داری واجب بر او اولا قرآن بیاموزی که قرآن بخواند و قرآن رو بتواند تلاوت کند، حفظ کردن مرحله بعده. وظیفه داری در تأدیب او بکوشی، ادب بهش یاد بدی، و الا او در آینده ی روزگاران مشکل خواهد داشت. امروز داشتیم در یک خیابانی می آمدیم با همین آقای امینمون، دو تا یه راننده تاکسی، یه عرض می شود که راننده عادی، ما هم سر چراغ قرمز، اینا نمیدونم این پیش دو جلو و این پیش دو جلو، شیشه ها رو داده بودن پایین، انواع ورژن های جدید فحش های عجیب و غریب در حد تیم ملی و بوندسلیگا به هم فحش نثار میکردن که بیا و ببین. هستن هرچی ما دوتا از این صدا میزدیم که آقا برادر من مل سگ به ما نداد، آقا عزیزم، یک کمارا میدیم فحشه رو برد بالاتر، اونم فحشه رو برد بالاتر. آخرش بعد از 1000 تا التماس که ما شیشه رو دادیم پایین و بالاخره نگاه کرد، گفتم برادر من این آقا ریشش سفیده، موش سفیده، یه 20 سال تو بزرگتر مراعات کن. یه نگاه عقلان در صفی کرد، برگشت ادامه داد فحشا رو. چراغ سبز شد، اینا حرکت کردن، صداشون به گوش میرسید که همچنان ادامه داره. بعد آدم میبینه مثلا چه حرفا از دهن طرف داره خارج میشه. آن که را ام و اب ادب نکند، گردش این زمانه اش ادب بکند. وقتی پدر و مادر ادب نکردن بچه رو، در گذر زندگی سرش میخوره به دیوارها، 4 نفر درست تأدیبش میکنن، ولی اون خیلی سخت و تلخه. پس باید در تأدیب بکوشیم. و از 7 سالگی به ما گفتن تا 14 سالگی بچه پسر مثل تعبیر کردن مثل برده شماست. یعنی چی؟ یعنی باید سخت باید بگیری، باید بفهمه، باید تلاش بکنه، باید زحمت بکشه، باید به ریز ریز کاراش گیر بدی، با مهر، با محبت، اما ازش بخوای که باید اینجوری باشی. جملاتش، رفتارش، نشستنش. خدا پدر مادرتون رو براتون نگه داره. اونایی که پدر مادرتون از دنیا رفتن، خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. من یادم ماه رمضان بود، پدر ما یه هیئتی داشت به نام هیئت ابوالفضلی ها، بعد خودش هم مسئول هیئت بود، اون بالای بالا می نشست دوره قرآن. من شاید 6 سالم بود، چای می دادم دم در می نشستم، مثلا خب خسته می شدم، یو می دیدید مثلا بعد از 1 ساعت 2 ساعت من لنگم رو دراز کردم، از اون بالا یه نگاهی می کرد، نگاه کردن همانو پای ما جمع شدن همان. یعنی با چشمشون بچه تربیت میکردن، با چشم تربیت میکردن، کتک نزد واقعا، با چشم نگاه میکرد، میفهمیدی با چیکار بکنی. حالا بابای میبینی مثلا فرض کن 50 سال عمرشه، جوانش 22 سال عمرشه، میگه بابا جان نمیشه این کارو بکنیم، میگه نه خیر. این باباه برده است.
بابای برده است. آمده مثلا با شلوارک یا با شورت رو باباش نشسته لنگاش هم انداخته. میگم آقا باباته. یا آج آقا ما بابا ما ناداریم. بابا یه چای بریز برام بیار. آج آقا بفهمه ما ناداریم. ای خاک برسه. خاک برسه. و تربیت نسل پیشین ما از ما دقیق تر بود چون به افق اهل بیت و فرهنگ اهل بیت نزدیک تر بود. دقت بفرمایید. لذا الان پدر من که الان 2 سال از دنیا رفتن. شما ببینید کسانی که همسن من هستن 50 سالشه باباش 80 سالشه. هنوز که هنوزه جرأت نمی کنه جلوی باباش پاشو دراز کنه. نه اینکه جرأت نمی کنه که باباش کلت در میره میزنه میخوابونه توی شیشه شلا. نه از حیا و ادب. دوستی چند شب پیش به من میگفت که 60 سالشه باباش 82 سالشه. میگفت حاج آقا من 60 سال عمرم نوه دارم. هنوز که هنوزه من 40 ساله دارم سیگار میکشم. یک نخ سیگار جلوی بابام نکشیده. هنوز روم نشونه جلوی پدرم من 60 ساله یه نخ سیگار بکشم. خوبه دیگه این ادبه. این احترام گذاریه. پس 7 سال باید تربیت کنیم فرزند رو و تربیت هم سخت باید بگیریم. اگر یک کسی میخواد قهرمان باشه مربیش سخت میگیره. میگیره یا نمیگیره؟ مربیش خیلی بهش سخت میگیره. اینو نخور اینو نخور بدو بس کم کن چه کن چه کن. 100 تا ضربه میزنه به بدنش که عضلاتش قوی بشه. چوب به بدنش خورد میکنه تا قوی بشه. بعد از این 7 سال که تموم شد 14 سال امام علیه السلام میفرماید وزیر شماست. یعنی چه؟ یعنی پسرت 15 سالشه. بگو الان مثلا میخوام این معامله رو انجام بدم. الان میخوام مثلا برم سراغ آقای فلانی. جلسه رو مثلا میخوام یه فکری با حال مثلا صوتش بکنیم. به نظر تو چیکار کنیم؟ حالا شما خودت کشته و پخته این روزگاری. اصلا نیازی به رأی این بچه نداری که 15 سال عمرشه. قد کشیده فکر میکنه مثلا آدم شده. قد کشیده. خب فکر میکنه دیگه الان من مردی شدم دیگه هم قد بابامه. یه پسر 15-16 ساله از رفقای تهرون ما نسل جدید بلندتر از بابای هن. 10 سال 15 سال بلندتر هن. آج آقا من 10 سال از بابام بزرگتر شدم. بابام سختشه که قبول کنه که من 10 سال بلندتر شدم. هی چونه میزنیم با هم. میگم بابا من 10 سال بلندترم. میگه نخیر نخیر اون موهات اینجوری سیخ کردی بلندتره. خب چون قدش بلند شده فکر میکنه خب یه مرد پخته است. منم هم قد بابام هم. شما مبنی نداره. بگو بله شما مرد شدی. به نظر شما چیکار کنیم این کارو؟ وقتی میگی این فکر شروع میکنه به کار کردن. مثلا میگه این کارو بکنیم. بخواه اگه این کارو بکنیم که اینجوری میشه. اینجا شد چیکار کنیم؟ اینجوری شکست خوردیم شد. میگه این کار. این وادار میشه که فکرش کار بکنه. کم کم فرمون زندگی رو میتونی بدی دستش. و آقا این پول قبضای خونه رو شما باید بدی. که یاد بگیره دخل خرج رو. کم 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 فرمان زندگی باید به دست او باشد. از هر چه بگذریم سخن از دوست خوشتر است. معذرت میخوام از جمعی از همه برادرانم عزیزانم ببخشید. برمیگردیم به دوست. از هر چه بگذریم سخن از دوست خوشتر است. بهترین ادب بهترین آدابی که فرزند را از همون خردسالی از همون شیرخوارگی باید بر او بر اون مبنا تربیت کرد چیست؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادبوا اولادکم علی محبت علی. فرزندان خود را بر مبنای ولایت امیرالمؤمنین و محبت مولا علی تربیت کنید. یعنی چه؟ ساختمون میخواییم بسازیم یک فوندیشنی شناژی به قول شما میخواییم بریزیم. این شناژ را اگر درست ریختیم میتوانیم اساسی ریختیم محاسبه شده ریختیم جای تیرها رو مشخص کردیم سان یه ستون 10 سانی طرف درد باشه اسکلت جور نمیشه. ساختمون کلن کج میشه. اصل اون شناژه دقت در اون شناژه مبنای اصلی شناژه اصلی پایه اصلی فوندیشن اصلی تعلیم و تربیت در فرهنگ اهل بیت این است که فرزندت را خشت اول تربیتش را بر محبت مولا علی بگذاری. این همه روزه ها چه فایده داره؟ این همه گریه ها چه فایده داره؟ خب کسانی که الان چند صد مجلس چند صد هزار مجلس این شبها در عالم تشیع است
تمام اروپا، تمام استرالیا، اسکاندیناوی، امریکا، حتی ژاپن، حتی چین، حتی چین. هفته قبل یکی از رفقا آقای فصولی مداح عرب از چین آمده بود، از گوانجوز کجاست، گفت رفتم اونجا حسینی داشتن شیعه ها خوندیم. تمام عالم الان صدها هزار مجلس امام حسین است. خب خطبا دارن مطلب میگن دیگه، مطلب از چی میگن؟ از آقایی امیرالمومنین، از کرم امام حسین، از رفتار نیک، از گفتار نیک، از پندار نیک. تا حالا یک کسی آمده بگه که امام حسین مثلا نستجیر بالله ظلم کرد؟ یک خطیب آمده ولو به خلوت برود آن کار دیگر بکنه، اما خودش آمده گفته ظلم کنید، بزنید، بکشید؟ نه، باید از خوبی میگن دیگه. باید بچه هام رو بنشانم براشون داستان شاه مردان بخوانم. اگر بچه هم رو با امیر المومنین آشنا کردم، عاشقش کردم به امیر المومنین، شیعه مرتضی ستمگر نیست، شیعه مرتضی علی به غیرت نیست، شیعه مرتضی علی به ناموس مردم تعدی نمی کنه که کسی به ناموس او تعدی نکند. امیر المومنین فرمود انسان با غیرت زنا نمی کند، چون دوست ندارد کسی با ناموس او زنا کنه، اونم با ناموس مردم زنا نمی کند. بعد از سیره امام علی گفت، از سیره امام حسین گفت، از رفتار اینها گفت. بعد بچه ها رو با کربلا آشنا کرد، بعد بچه ها رو با ابوالفضل آشنا کرد. اگر بچه ها درست با ابوالفضل آشنا بشن، رسم و مروت و مردانگی، جانفشانی، نودوستی، دستگیری درشون هست. این راهشه. لذا هر چی میتوانید باید بچه رو مذهبی تر، نه مذهبی تری که حالا تو خونه مثلا با لگد بیدارش کنی برای نماز صبح. منظورم اینه که هر چی میتوانید باید به بچه بیشتر بچشانید محبت امام رضا رو، محبت امام حسین رو. لذا بچه هاتون رو کربلا ببری، لذا نوجوانت رو کربلا ببر، ببر بذار یه هفته این تو حرم اول. وقتی به نوجوان تو بردی کربلا اول بلوغ، خب این تو کربلا گناه میکنه؟ نه، کربلا سینما داره، نمیدونم چی داره کربلا. این یا تو حرم اول فضله، یا تو حرم امام حسینه، یا بین الحرمین. اونجا که رفت باید این زیارت نامه ها رو بخونه. خیلی بیکار باشه نماز باید بخونه، غیر از اینه؟ خیلی بیکار باشه با رفقاش میره مثلا تو صحن اول فضل میشینه یا بین الحرمین، با هم گپ میزنه. خب بالاخره یه بار نگاه میکنه میبینه گنبد امام حسین، یه بار نگاه میکنه میبینه گنبد ابوالفضل. اونجا که دیگه نمیتونه چرت و پرت بگه، میگه همش صحبت خوبی میشه. بچه تو ببر نجف، نگو تو بیا داخل نیا، میگه بابا میخوام تو ایوان نجف بشینم، چقدر اینجا صفا داره، چقدر باحاله. بگو خب بشین تا این حالا رو بفهمه، خودش بچشه که ایوان نجف عجب صفایی داره. ببرش کاظمه، بگو یا جواد الائمه، به حق باباد امام رضا از مشهد آمده، تو نور چشم امام رضا موازه به بچه من باش. ببرش سامر را، هفت شهر عشق را به چرخان. بچه هامون رو باید حسینی تربیت کنیم، بچه هامون رو باید عاشق اهل بیت تربیت کنیم. استاد ما به من میفرمود که باید بچه ها رو جوری تربیت کنیم که اسم این ولد و زنای قاتل از زهرا که میاد مساوی باشه براش با نجاست. نگه اما تعصب داری، چی تعصب داری؟ سیدتون سائل عالمین من الاولین الالآخرین، باردار. بدانید اگر زهرا رو نمی زدن، کسی نمی توانه زینب و رقیه رو بزنه. بدانید والله اگر سیلی به زهرا نمی زدن، کسی جرأت نمی کنه. بدانید اگر دست امیرالمومنین به تناب نمی بستن، دست ناموس رسول خدا رو نمی بستن. بدانید اگر محسن رو نمی کشتن، علی اصغر رو ارمله نمی توانست بکشه. محمد ابن ابی بکر پسر ابوبکره، محمد ابن ابی بکر پسر ابوبکره، مادرش اسماء بنت امیسه. ابوبکر وقتی که مرد، اسماء بنت امیس همسر ابوبکر که مادر محمد ابن ابی بکر بود، همسر امیرالمومنین شد. بعد محمد ابن ابی بکر تو دامن امیرالمومنین پسر ابوبکر بزرگ شد، شد عاشق امیرالمومنین، چون شیفته امیرالمومنین. امام رضا میفرماند شیعه حقیقی یعنی محمد ابن ابی بکر.
پس ادبو اولادکم اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اهل بیت دیگه نمیتونستن اینو بیان جار بزنن یا پیغمبر اکرم، که کودکان خودتان را تربیت کنید با بغض اول و دوم، با بغض بنی امیه، با بغض سوم، با بغض بنی مروان. لذا باید بچه من زیارت عاشورا بخواند، میگه اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد. بابا این اوله کیه؟ میگه اوله همون کسیه که پشت در خانه زهرا آمد. دومی کیه؟ همون کسی که مشت به در خانه زهرا میزد، در رو شکست. سومی کیه؟ همون کسی که ابوذر رو تبعید کرد، همون کسی که عمار رو اونقدر کتک زد که عمار 3 روز بیهوش بود. رابعه کیه؟ معاویه است بابا، کسی که 70,000 نفر رو برداشت علیه امیرالمومنین جنگید. معاویه کسیه که سم فرستاد امام حسن مجتبی ما رو جیگرش رو باره باره کرد. من باید به بچه هم بگم یا نگم؟ خب بچه 4-5 ساله من که اسمها رو نمیداند. و آل مروان، آل مروان کیان بابا اینها؟ و شمر، بابا شمر کیه؟ سخت‌ترین قسمت توضیح اینه که بگی شمر کیه؟ بابا عبیدالله ابن زیاد کیه؟ و ابن مرجانه کیه؟ باید براش توضیح بدی که ابن زیاد کیه؟ مگه ابن زیاد چی کار کرده؟ باید بگی که امام حسین دوست داری؟ بگه بله بابا، ببین پیرن مشکی هم مامانم برام خریده پوشیده، تو هم که کربلا بردی منو بوسیدم زریه و خیلی امام حسین دوست دارم. میگه الحمدلله که حلال زاده پسرم گلم. ابن زیاد بابا کسیه که سر همین آقامونو گذاشته بود یه چوب برداشته بود، با این چوبش نمیزد، بازی میکرد، لبها رو باز کرد. سال قبلم گفتیم، میگفت حسین عجب دندونایی داشتی تو. امان از دل زینب، امان از دل شب عزت زینب دیگه، امان از دل زینب. میدونی ابن زیاد کیه؟ بابا خب چیکار کردن کسی جلوشو نگرفت؟ نه بابا، نه بابا جان، کجا این کار کرد؟ جلوی چشمه بچه های امام حسین ما. تو بچت بدنش میلرزه، میبینی دندوناشو داره به هم فشار میده، میگه کسافت، عجب آدمی بوده، چرا این کارو کرده؟ میگه بابا چی بگم دیگه که چرا این کارو کرده؟ با آقامون علی کینه داشتم. بعد چی کار کرده بابا؟ میگه بعدش دلم نمیاد بابا بهت بگم بچه این ترزم دل بتر کنی. چوبشو برد لای موهای ریشهای امام حسین، هی میچرخون، میگفت چه زود موهات سفید شده ریشت حسین. تمام شد بابا؟ نه عزیزم. چی کار کردن با سر آقامون؟ هیچی، دادن به شمر و هرمله. بابا هرمله کیه؟ میگم هرمله، یه هرمله رو میترسم عزیزم بگم. یه چیزی به شما بگم، ما تو خونه داشتیم فیلم مختار میدیدیم، خب در قم اولین باری که پخش کردن، تا صحنه یه هرمله رو گذاشت، تیر رو گذاشت به چله کشید، من دیدم خدایا من با 50 سال عمر مقتل خون نمیتونم ببینم. پا شدم از توی حال با سرعت در رفتم، بعد دیدم وای دختر 7 سالم اونجاست. گفتم بابا تلویزیون رو خاموش کنید، یه کاری بکنید، بیاریدش این ور. نمیدانم زینب بالای بلندی چشمای رقیه رو گرفت، صورت جو برگردون
چون امام زمان میگه یا جدا زن و بچه تو دنبال ذوالجناح دویدن، واویلا میکردن، مو پریشان، صورت خراشان و بلعویل واویلات. وقتی بالای بلندی رسیدن، یعنی فقط زینب نبوده، بچه هم بودن، دختر بچه هم بودن، اهل و که همه بودن، سکینه بوده، فاطمه بوده، رباب بوده، لیلا بوده، چه دیدن؟ و شمر و جالسون علا صدر. هیچی خاموش نکن، جالسون علا صدرک، آخذون به شیبک. بقیهش دیگه نگه غصه.